هفته در کلیک به لس آنجلس میریم و از دنیای گیم براتون میگیم، از رقص آدم های فضایی و خواستگاری از هیولا. کله آدم فضای غول پیکر، ورزشگاه پوکامون و صفحای طولانی برای وصال به مرکز همایش های لس آنجلس. برای خورای بازی معناش فقط یک چیزه، زمان نمایشگاه سرگرمی های الکترونیک رسیده، یا اونطور که مشهوره E3. تقریبا یک چهارم قرن از اولین نمایشگاه E3 میگذره و حالا در گاه شمار گیم یک رویداد درجه یک به حساب میاد. نمایشگاهی با 70,000 بازدید کننده که مانند زائران در سالن‌های متعددش در حال راه رفتن هستند، همینطور بالا رفتن از در و دیوار و سخت نوردی که من واقعا نمیدونم چرا دارن این کار میکنن. و ما استاد اعظم بزرگ خاندان گیمرهای کلیک علیرضا واصفی رو فرستادیم اونجا تا ببینیم همه دارن درباره چی صحبت میکنن. خوش اومدید به بهشت گیمرها E3، اونم 2019. امسال حدود 70,000 نفر اومدن اینجا زیارت. البته زیارت چندان ارزونی هم نیست، تقریبا بلیط ها برای عموم بین 150 دلار، بعضی وقتا حتی تا دو برابرش هم میرسه. اما حال و هوای E3 امسال یه ذره متفاوته. معمولا هر سال سونی و مایکروسافت هر کدوم در رقابت با هم کنفرانس های خبری مفصلی برگزار میکردن که آخرین سخت افزارها و گیم هاشون رو به رخ بکشن. E3 امسال وقتی که حضور رو غیاب میکردن، سونی غیبت خورد برای اولین بار. خیلی ها معتقدن سونی هیچ چیزی برای معرفی کردن نداشت، هیچ بازی و محصولی نداشتش. معقول هم به نظر میرسه وقتی که هیچ چیزی نداری که بخوای معرفی بکنی یا عرضه بکنی، برای چی باید میلیون ها دلار هزینه بکنی و بیای اینجا قرفه بزنی؟ برای همین مایکروسافت به عنوان تنها تولید کننده کنسول این نمایشگاه با یک کنفرانس خبری مفصل یکی تازی کرد. اول از همه هم آسشون رو کردن، کیانو ریوز. معلوم شد که کیانو ریوز در سایبرپانک 2077 که کلی از گیمرها منتظرشن حضور داره. بازی که پارسال ازش رونمایی کردن و قراره 10 ماه دیگه به بازار بیاد. پخش یه بخشایی هم از گیم پلی بازی‌های گیرز 5 و ماینکرافت دانجینز کلی با استقبال روبرو شد. امسال مهمترین خبری که از کنفرانس مایکروسافت بیرون اومد، نه بازی‌های پرزرق و برق، که یه سرویس تازه بود، چیزی که شاید صنعت گیم رو تو چند سال آینده دگرگون کنه. Today we invite those of you here at E3 for our first public hands-on of Project xCloud. من الان دارم بازی رو از xCloud بازی میکنم. تأخیر و لگ رو احساس نمیکنم. داره ولی خیلی کم. xCloud برای کسایی هستش که کنسول ندارن. با این سرویس میشه بازی‌های xbox رو از روی دستگاه‌های مختلف از جمله موبایل با استریم کردن از مرکز داده‌های مایکروسافت بازی کرد. استریمینگ توی بازی مثل یه جاده دو طرفه میمونه. فرمان‌ها از طرف شما میره به سمت سرور و باید تمام این راهو دوباره برگرده. این رفت و برگشت خیلی سریع باید انجام بشه. برای همین هستش که سرعت اینترنت توی استریمینگ بازی خیلی مهمه. در حالی که شبکه‌هایی مثل نتفلیکس و آمازون استریمینگ رو برای سریال‌ها و فیلم‌ها جا انداختن، هنوز نگرانی‌های زیادی در مورد استریمینگ بازی مطرحه، هم از نظر کیفیت بازی و هم از نظر سرعت اینترنت. یکی از بیشترین نگرانی‌هایی که مخاطبان سایت ما دارن در مورد عملکرد این سیستمه، اینکه اینترنت خونه چقدر باید سریع باشه که بتونه استریمینگ بازی رو انجام بده. مردم اینجا برای پخش فیلم 4K نتفلیکس مشکل دارن. گاه اینترنت برای دیدن کلیپ‌های طولانی در یوتیوب نمی‌کشه و چیزایی مثل این. آیا قراره بتونین اینترنت پرسرعتی که مناسب کیفیت بازی‌ها باشه رو داشته باشین؟ شرکت‌های سازنده بازی میگن که فکر اینجای کار رو هم کردن.
در حالی که شرکت ها دارن سعی خودشون رو میکنن، ما هم داریم باهاشون تجربه میکنیم. به نظرم ارتباط ما در خونه ها از همیشه بهتره. شرکت های اینترنتی مراکز دادهشون رو نزدیک خانه ها ساختن تا بتونن کلی محتوای ویدیویی مثل نتفلیکس و یوتیوب رو به ما برسونن. بنابراین میتونیم روی یک زیرساخت خیلی بهتر برای استریمینگ بازی حساب کنیم. ما همینطور میتونیم با توجه به سرعت اینترنت کاربر کیفیت بازی رو تغییر بدیم تا حتی با سرعت اینترنت کم هم کاربر بتونه به بهترین شکل ممکن از بازی لذت ببره. مایکروسافت در کنفرانسش هیچ پاسخی به این نگرانی ها نداشت و فقط گفت که 4 ماه دیگه نسخه آزمایشی ایکس کلاود رو بیرون میده. مایکروسافت امسال جزء معدود شرکت های بزرگی بودش که توی E3 کنفرانس برگزار کرد. نزدیک 60 تا بازی، کنسول ایکس باکس جدید، سرویس جدید استریمینگش رو معرفی کرد، ولی باز هم نتونست خیلی از طرفدارای دو آتیشه خودش رو خوشحال بکنه. چرا؟ خیلی ها منتظر بودن که حداقل قیافه این ایکس باکس رو ببینن که ندیدن. منتظر بودن یه ذره اطلاعات بیشتری در مورد این سرویس استریمینگ جدیدش بدونن که نفهمیدن. خیلی ها منتظر بودن حداقل چند تا از این بازی ها اختصاصی ایکس باکس باشه که نبود. و البته مایکروسافت در این زمینه اولین نیست. گوگل یکم قبل‌تر برگ خودش رو رو کرده بود. استیدیا. به گفته این شرکت، استیدیا میتونه گرافیک بازی رو با سرعت 10 ترافلوپ پردازش کنه. یعنی سریع‌تر از مجموع پلی استیشن و ایکس باکس. برای استفاده از نسخه آزمایشی استیدیا که آبان ماه به بازار میاد، گوگل یه دسته یا کنترلر با دانگل کروم کست رو با قیمت $130 به بازار میده. که استفاده از اون الزامی هم نیست. با این $130 البته میتونی 3 ماه مجانی بازی کنی. هنوز چند ماهی باید دندون رو جیگر گذاشت تا بشه دقیقا گفت که این قیمت براش زیاده یا نه. گوگل به نوعی پیشبینی کرد که استریمینگ نقطه پایانیه برای کنسول. آیا به این قطعیت میشه همچین حرفی زد؟ شاید 10 سال پیش هیچ کسی فکر نمیکرد که یه روزی بشه روی موبایل بازی کرد. وقتی بازی روی موبایل اومد، مردم میگفتن این دیگه آخر عمر کنسوله. این اتفاق نیفتاد. کنسول ها از همیشه قوی ترند. بعضی از این پیشبینی ها واقعا خنده داره. دنیای بازی در آینده خیلی نزدیک داره تغییرات اساسی میکنه. علاوه بر استریمینگ، هم کنسول قوی تر پلی استیشن 5 در راهه و هم ایکس باکس جدید. یا به قولی همون پروژه اسکارلت که میتونه گرافیک ها رو با کیفیت 8K نشون بده و معطلی لودینگ هم نداشته باشه. نکته ای که در مورد این پروژه استریمینگ و این جریان هستش اینه که ما چند تا رفتار داریم از شرکت های مختلف میبینیم. اولیش نینتندوه، اصلا کاری به این چیزا نداره، توی این حاشیه امن کنسول سویچش وایستاده و میگه که من اصلا نشون نمیده که دلش بخواد ریسک بکنه و اصلا جذابیتی براش داشته باشه این بازار. از اون طرف مایکروسافت رو داریم میبینیم که خیلی علنی داره میگه من آینده کنسولم اینه، اما همچنان یه کنسول فیزیکی هم داره تولید میکنه که بتونه برای اونهایی که برای کشورهایی و مخاطبهایی که زیرساخت لازم و اینترنت لازم برای پروژه استریمینگ رو ندارن همچنان بتونن بازی ها رو تجربه بکنن. سونی هم که خب همچنان هیچی ازش مشخص نیستش. 99% اون هم توی این بازار استریمینگ خواهد بود، کنسولش حتما یه کارایی خواهد کرد، برای اینکه خیلی بعیده که سونی بخواد این بازار رو از دست بده. اما مطمئنیم که کنسول فیزیکی هم وجود خواهد داشت از طرف سونی. اما نکته مهم اینه که ما ببینیم که این سیستم قراره به کجا برسه. اگر فیل بشه به هر دلیلی، نینتندو برد اصلی رو کرده، گفته من اصلا واردش نشدم، مخاطبم سر جاشه و حتما با تمرکز بیشترش روی این حالت غیر استریم میتونه مخاطبای بیشتری رو برای خودش جذب کنه. از اون طرف مایکروسافت و سونی اگر به هر دلیلی این پروژه استیدیا و چیزای شبیه به این بخواد موفق نشه، فکر میکنم ضرر خیلی بزرگی بکنه. استریمینگ احتمالاً میتونه در بزرگی روی بسیاری از گیمرهای جدید و غیر حرفه‌ای باز کنه و کلی مخاطب جدید برای این صنعت به همراه بیاره.
از در و دیوار ایتری گیم میباره. اینقدر زیاده که آدم خیلی راحت ممکنه حواسش پرچه و کلی بازی خوب از دست بده. اینجا چند تا از بازی هایی که به نظرمون قابل توجه اومد و معرفی میکنه. بازی قدیمی ولفنشتاین دوباره برگشته، اونم با دو تا بازیکن که با هم عملیاتشون رو انجام میدن. بی جی بلاتکوویچ گم شده و دخترهای دوقلوش میزنن بیرون برای یه شوتر اکشن دو بازی کنه. بازی پرخرجی نیست ولی تو همه پلتفرم های اصلی قابل بازیه، از جمله سویچ. تازه قرار ماه آینده هم به بازار بیاد، اتفاقی که خیلی برای بازی های توی ایتری عجیبه. برای من کل ایتری یه طرف بود، سایبرپانک 2077 یه طرف دیگه. بازیی که انقدر گرافیک و ریزکاری‌هاش عالیه که اصلا خیلی ها فکر میکردن با کنسول‌های نسل بعدی وارد بازار میشه. اما امسال مشخص شد که آخر فروردین سال دیگه دستمون به دامنش میرسه. هر دقیقه همین الان 50 دقیقه از گیم پلی سایبرپانک 2077 دیدم. 50 دقیقه‌ای که هیچ جا تا حالا منتشرش نکردم. خیلی جالبه بازی به این بزرگی که انقدر منحصر به فرده، برای این همه مأموریت تک تکشون دو راه وجود داره، یا اینکه کاملا خونریز باشید، تفنگو ورداری، چاقو رو وردارید و آدم‌ها رو سلاخی بکنید، یا اینکه حتی یک قطره خون هم نریزید، که برای یه بازی با این ابعاد بی‌نظیره. EA بالاخره یه شمه ای از گیمپلی بازی تک نفره جدای فالن اوردر رو نشون داد. یه بازی اکشن سوم شخص ماجراجویی از سری جنگ ستاره. ویدیوشو دیدیم، خیلی قصه خوردم که نمیتونم خودم بهش یه دستی بزنم، ولی فوق‌العاده جذاب به نظر میومد با ماشین‌های جنگی جالب که از امکانات فورس استفاده میکنن و البته شمشیر لیزری نورانی، چرا که نه؟ یه دروید با نمک هم که روی شونتون میشینه. یکی از اون چیزایی که خیلی چشم منو گرفت حرکت دوربین بود که بیشتر توی سینما میبینیم تو توی بازی. اینجوری دائما در حال حرکت، دور کاراکترت میچرخه، زوم میکنه، روش برمیگرده عقب. در کنار اون ابیلیتی ها و توانایی هایی که کاراکتر موقع جنگیدن دارم خیلی باحاله. طبق معمول همیشه جنگ ستارگان این بار هم یه ربات محبوب داره، اما این بار قرعه به نام بیدیوان افتاده که به عنوان همراه کلی از قابلیت‌های بازی رو روی شونه‌های کوچیک اون گذاشتن. تمام امسال منتظر این بودم که بازیش کنم. بوردرلند 3 غیر از یه چیزای جزئی خیلی شبیه بوردرلند 2ه. با طراحی‌های خاص سبک کمیکش و سلاح‌های مسخره‌اش خیلی سریع میشه تشخیص داد که این از سری کارهای بوردرلندزه. موز د گانر عضو تازه والت هانتره و قوقا میکنه. سوگلی بازی های ای اسپورت فیفا 20 بود. برخلاف همیشه که بعد میرفتید استادیوم با فوتبالیست های مشهور فوتبال بازی میکردید، این بار تو فیفا 20 میتونید دوتا آجر بزنید در خونه تون، یک کاراکتر دختر پسر هر جوری که دلتون میخواد درست بکنید، آدم معمولی، و بفرستید دم در خونه تون، برید باهاش بشینید گل کوچیک بازی بکنید. محدودیت نداره، 2-2، 3-3، 4-4، 5-5، بالا پشت بوم، زیر پل، تو توکیو، تو پاریس، هر جا که دلتون میخواد میتونید برید گل کوچیک بازی بکنید. یه بازی دیگه ای برای زمستون سرد و تاریکی میشه. شرکت اسکوئر انیکس تعدادی از بهترین قهرمان‌های مارول رو جمع کرده تا یه داستان جدید در قالب اکشن سوم شخص رو به بازار بده. این بازی داستانی رو روایت میکنه که در قالب تعدادی فصل تا یک دوره یک سال قابل دانلودن. تصمیم عجیبیه که صدای طرفدارا رو درآورده. و بالاخره مستر چیف با هیلو اینفینیت برگشته. یه بازی که قاعدتاً باید فوق‌العاده قوی باشه، چون قراره همزمان با کنسول بعدی ایکس باکس یعنی پروژه اسکارلت با اون مشخصات خفنش به بازار بیاد. هنوز هیچ گیم پلی ازش ندیدیم،
ولی از تیزرش پیداست که یک فاجعه نسل بشر رو به خاک سیاه نشوند و چیفم یه رفیق فابریک هوش مصنوعی پیدا کرده. بین بازی‌های امسال کدوم بازی بود که خیلی باحال بود به نظرت؟ تو بازی‌های امسال یه نکته خیلی جالبه، سایبرپانک برای دومین سال متوالیه که داره تقریبا به عنوان بهترین بازی نمایشگاه انتخاب میشه. این یکی از همون دلایلیه که نشون میده که ما تو این دو سال بازی نداشتیم. یعنی درسته سایبرپانک خیلی خوبه اما رقیبی نداره. درسته بازی‌های دیگه هم این کنارا عرضه میشن اما در حدش نیستن. یکی دیگه از بازی‌های خوبی که من امسال دیدم داینگ لایت 2 بودش که تکلند داره می‌سازه. خیلی محیط گسترده‌ای داره. یک جمعی از بهترین دیولپرای صنعت دور هم جمع شدن توی تکلند و دارن این کار رو انجام میدن، این بازی رو می‌سازن. طبق گفته خود سازنده‌هاشون بازی اگر بخواد یک بازیکن تمام انتخاب‌های بازی رو پیش ببره، شاید مجبور بشه چند صد ساعت روی بازی وقت بذاره. چون یه نکته خیلی قشنگی که داینگ لایت 2 داره اینه که بازیکن رو در معرض انتخاب‌های تأثیرگذار قرار میده. یعنی اینکه شما میتونی بین مرگ و زندگی یکی از شخصیت‌های اصلی بازی، تقریبا اصلی بازی انتخاب بکنی و اگه اون بمیره یه اتفاق کامل متفاوتی تو بازی میفته و اگه زنده بمونه شما یه روند دیگه‌ای رو تو بازی پیش خواهی برد. این قشنگترین نکته بود که تو دموی داینگ لایت 2 من دیدم. دیگه چه بازی؟ غیر از اون من فاینال فانتزی 7 رو خیلی دوست داشتم. حالا شاید به خاطر علاقه من به این بازیه به خصوص، اما به نظرم یکی از بهترین ریمیک هاییه که ساخته شده تا حالا. درست رزیدنت ایول 2 هم که پارسال عرضه شد واقعا ریمیک خوبی بود. اما این فاینال فانتزی هم یه مقدار خاطره برانگیزتره برای گیمرها حتما. همین که محیط خیلی بزرگتر و داستان جذابتری داشته همیشه. به نظرم ریمیک خوبی بودش. بازی رو خیلی خوب، حتی مکانیکای گیم پلیش رو بالانس کردن. یک تغییرات بهبودهای خوبی توش انجام شده و اونم به نظرم یکی از اتفاقای خوب نمایشگاه امسال بود. کنترل هم دیدی؟ کنترل رو هم بازی کردم. یک دموی یک ساعته ای داشتن که تقریبا اگر بخوام خیلی خلاصه در موردش صحبت بکنم میتونم بگم هر ایرادی که کوانتوم بریک داشتش رو اینجا برطرف کردن و با احتمالاً این چیزی که ما شنیدیم، من خیلی در مورد خط داستانی چیزی نمیدونم همچنان، اما طبق صحبتهایی که سازنده ها کردن با یه داستان خیلی بهتری نسبت به سری قبلی، یعنی با کوانتوم بریک ما طرف هستیم. سم لیک رو هم همه به عنوان نویسنده این بازی میشناسیم، با مکس پین، با آلن ویک، یعنی بازی‌های درجه یکی رو همیشه حداقل از لحاظ داستانی بازی‌ها حرف بسیار زیادی برای گفتن داشتن. خوش اومدید به بخش بازی‌های مستقل. بخش بازی‌های مستقل یه سری آدمن که جمع شدن انگار بازی رو کلمه‌ش رو از اول یه بار دیگه معنی کنن. از یه قلد و قل و فال ورق گرفته تا بازی‌های هنری عجیب و غریب توی اینجا پیدا میشه. حتی بازی‌هایی رو می‌بینی که خیلی شبیه همین بازی‌های کمپانی‌های بزرگن. بعضی چیزا رو می‌بینی خیلی نمی‌فهمی. بازیه، چراغ خوابه، دکور اتاقه، پازله. اینجا جاییه که همه چی خاکی تره. خبری از صفحای طولانی نیست و ایده های خلاق و ناب رو میشه دید. شبیه‌ساز سخنگو درباره رباتیه که سعی میکنه صرفاً با صحبت کردن مثل ما آدم‌ها به دنیای انسان‌ها نفوذ کنه. بازیکن‌ها باید دهان و زبان رو تغییر شکل بدن تا کلمات بتونه ازش خارج بشه و این کار رو باید سریع انجام داد، وگرنه صورت شروع میکنه به منفجر شدن. چون شما یه رباتین، آدم‌ها ممکنه به این تغییر شکل یکم مشکوک بشن. میشه نشست و در مورد هنر گپ زد، بعد تا بشینی و خالق این بازی ورق برای 3 ساعت توضیح بده که چجوری باید پاسور بازی کنی. Earth Knight یا شب زمین یک ادای دین هنری به بازی های کلاسیک مثل ماریو و سونیک و گیم های قدیمی آرکید است. فکر کنم یک کابوس برنامه ریزی شده است. همه چیز میخواد شما را از بین ببره، ولی در عین حال همه چیز واقعا هم خیلی زیباست.
بویفرند دانجان یه شبیه ساز زوجیه. در واقع سلاح شما تبدیل به آدم‌های خوشگل میشه که میتونین باهاش دوست شین و قوی ترشون کنین. ما عاشق روند زوجیابی هستیم و فکر کردیم اگه یکم هم اکشن قاطیش کنیم باید بانمک بشه. این شد چالش ما. راستش اغلب اینجور بازی‌ها برای بزرگ سال هست و خیلی از آنها چیز زیادی تنشون نیست. ما میخواستیم این بازی همه رو جذب کنه و برای همین توش میتونید بین زن و مرد و بی جنسیت ها انتخاب کنید و تصمیم بگیرید با کی میخواین دوست بشین. یه گربه هم داریم که اگه خواستید مجرد بمونید. میدونین که میشه مجرد بود و همچنان زندگی رضایت بخشی داشت. بچه که بودم خیلی چیز دیجیتالی برای بازی وجود نداشت. به خاطر همین غیر از اسباب بازی هم بازیم هم خیلی مهم بود. اینجا خیلی جالبه که یه چیز غیر دیجیتال با دیجیتال قاطی کردن و همچنان حواسشون به هم بازیشون هست. تو ایتریه امسال یه بازی اومده که مخصوصاً برای مخاطباش تو بریتانیا میتونه حسابی بحث برانگیز باشه. Bombings and people thrown in cages like animals. بازی در دوران پس آف برگزیت به تصویر کشیده شده. چهره سیاهی از لندن رو داره نشون میده. شورش، بمب‌گذاری، همه تحت نظرن. جای آزادی ترس اومده. پهپادهای مسلح شهر رو کنترل میکنن. گروه های تروریستی و قاچاق انسان مردم رو مثل حیوان انداختن تو قفس. ربات های قاتل همه شهر رو گرفتن. بازی واچ داگ لیجن سومین نسخه از مجموعه موفق واچ داگ ساخته شرکت یوبی سافت. تصویر دلربایی از بریتانیا ارائه نمیده. ارزش پوند به شدت سقوط کرده و پول دیجیتال جایگزینش شده. سیستم ملی درمان خصوصی سازی شده و شورش و نافرمانی مدنی اتفاق خیلی معمولی دیگه به حساب میاد. وقتی رای گیری برگزیت اتفاق افتاد، یک سال و نیم از شروع ساخت بازی جدیدمون میگذشت و ما لندن رو به عنوان محل بازی انتخاب کرده بودیم. تصمیم مهم برای ما این بود که به این موضوع هم بپردازیم یا نه، که گفتیم آره. این بخشی از دنیای ماست و پیشینه داستان. برگزیت تو دنیای بازی ما عامل مشکلاتی که نشون میدیم نیست. در واقع اون چیزی که عامل خود برگزیت شد، عامل مشکلات دنیای ما هم هست و اینطوری ما بهش پرداختیم. در بازی واچ داگ لیجن بازیکن نقش یک هکر آزادی خواه رو داره که یک جنبش مقاومت مردمی راه میندازه و باید برای گروهش عضوگیری کنه. الگوریتم واچ داگ خیلی شبیه نسخه قبلیشه، با این تفاوت که از شیکاگو اومده لندن. بخش عمده ای از شهر لندن رو خیلی دقیق بازسازی کردن. از اون مهمتر که تک تک این آدمایی که تو خیابون میبینید رو میتونید به عنوان یک آدم مستقل برید سراغشون و بیاریدشون توی تیم خودتون. برای تک تک افرادی که توی خیابون میبینی، بازی یه شخصیت و یه داستان جداگانه ساخته. داستانی که باید دنبال کنیش تا رازهای طرف رو بفهمی و با تطمیع یا تهدید و یا حتی کمک در نهایت اونو به گروه خودت اضافه کنی. این داینامیک داستان در کنار فضاسازی‌های جدید و گرافیک قابل قبول و البته پازل‌ها و معماها اونو جذاب‌تر از همیشه کرده. ما گیم‌هایی در مورد آخر زمان داریم، فجایع هسته‌ای، جنگ‌های جهانی و حالا برگزیت. این نشون میده که بقیه دنیا پذیرفتن که برگزیت یک فاجعه است. برای همین خیلی جالب و نشون میده باید این مسئله رو جدی بگیریم. برگزیت فقط در کشور ما اتفاق نمیفته، در یک صحنه جهانی داره رخ میده و این به خودی خود هم جالب و هم ترسناکه. البته واچ داگ تنها بازی نیست که از اخبار مربوط به برگزیت الهام گرفته. توی کال آف دیوتی مدرن وارفر هم به میدان پیکادلی لندن یه حمله تروریستی میشه. یه جورایی دوباره تصویر کردن سه تا از محبوب ترین گیم های کال آف دیوتیه. تفاوت این نسخه با قبلی اینه که دیگه حالت زامبی نداره. بازی شوتر اکشن اول شخصه و بازیکن بیشتر وقتش رو به عنوان سرباز نیروهای یگانه ویژه سر میکنه. ما میخواستیم به نوعی راه رستگاری و بخشش تو این دنیا بگذاریم. میخواستیم یه بارقه امیدی باشه. ما یه پلتفرم بزرگ داریم. کال آف دیوتی مخاطبان وسیعی داره.
باید از این فرصت استفاده میکردیم، وگرنه برای ما به عنوان سازنده گیم یه فرصت از دست رفته بود. برای همین میخواستیم یه جرقه نوری بر شکلی که دنیا امروز عمل میکنه بندازیم تا شاید مردم رو به فکر بندازیم. بازیسازها هم مثل خیلی از گیمرها این بازی ها رو جزء هنر قرن 21 میدونن که میتونه و باید با مفاهیم جنجالی و ناراحت کننده دست به گریبان باشه. بازی ها یک فرم دیگه از رسانه و بخشی از فرهنگ ما هستند. به نظر من ما به عنوان بازی ساز نه تنها باید این کار رو بکنیم، بلکه مسئولیتمونه که بازی هایی بسازیم که به مسائل ریشه ای تر فرهنگی هم بپردازن، مخصوصا برای افرادی که بازی رو به عنوان مهمترین شکل سرگرمی و فرهنگ انتخاب میکنن. هنر، فیلم، ادبیات، موسیقی، همه در مورد موضوعاتی چالشی، تفکر برانگیز و مشکل بحث میکنن. همه اینها راههایی هست که ما از طریقشون دنیا رو بهتر درک میکنیم و حالا انگار بازی و گیم هم به این گروه از هنرها پیوسته. اینم ویژه برنامه کلیک درباره نمایشگاه سرگرمی‌های الکترونیک E3 از لس آنجلس. تکرار این برنامه رو میتونید تو وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.